اگه اجازه بدیم با نوید پیگیری داستان سوهانی باشیم. ارمانی رو پیگیر باش، اون مهمتر. آقا سلام. سلام، با من کار داری؟ بله. برو تو من بیام. من آجازه تو آقا، منو کمک کنید. مادر حالش خوبه؟ بعد، بدتر هم داره میشه خدا. شما خودتون هم اون سری گفتین شک دارین واسه کار نکرده قصاص بشه؟ آقا جونی من همینجی رو هوا ادام بشه بره؟ آقا مرتضی رو هوا نیست، شک منم یه چیز شخصی و حسیه. ببین من همه تلاش خودم رو دارم میکنم. از موقعی که با پدرت صحبت کردم چندین بار پرونده رو خوندم. مثلا بر فرض اینکه قتلم کرده باشه که من میدونم نکرده، اینکه تو چه شرایطی بوده، طرفش کی بوده؟ بر حسب قانون کسی که حق حیات دیگری رو گرفته قاتله، حکمش قصاص. حق بابای من قصاص نیست. حق اون زن مرد بود. برفرض شوهرش از راه نامشروع کسب مال کرده، که اگر این صحت هم داشته باشه توی دادگاه دیگه باید بررسی باشه. تازه در اون صورت هم حق یک کسی مثل موسی پیوسته باز مجازات مرد نیست. و این پسر خوب، تنها راه شما الان اینه که بری بیفتی دنبال رضایت. برو ببین چی کار میتونی بکنی. درسته، ولی خب رضایت پول میخواد. حداقل دیه رو باید بدیم. حداقل دیه یه آدمو ما اگه پول داشتیم مثلا همچین اتفاقایی نمیافتاد تو زندگی ما. برو پسرشون، برو دنبال رضایت باش. من کوچیکتم. خدا بزرگ. برو بابا جون. دست درد نکن. حاجلو. جانم. این بازیگرای فیلم گراز امانی، حسن خاتمی، لیلا معذوری، سیامک راشدی، روژین بختیاری، سمیر مبهد، کدوم اینا رو میشناسی؟ شناختن که اسم همشون رو شنیدم، به عنوان یه مخاطب نصف نیمه سینما میشناسمشون. همین. نه یعنی به کدومشون میشه اعتماد کرد؟ از چه نظر؟ چه میدونم، احضارشون کنیم، چهار تا سوال ازشون بپرسیم، امانی با خبر نشه، بعدم پست و استوری نذارن دنیا رو با خبر کنیم. گفتم که از نزدیک نمیشناسمشون، ولی به نظرم سمیرا موعد آدم معقولیه، سرش به کار خودش گرمه، مثل خیلی هاشونم تو هر موضوعی بی ربط خودشون رو قاطی نمیکنن. سمیرا موعد. خیلی خوب، به فنایان بگو هماهنگ کنه به عنوان مطلع احضارش کنه. فقط ببین بگوش توضیح بدن که پای خودش گیر نیست، ما فقط میخوایم چهار تا سوال ازش بپرسیم. بله. بله نوید. سلام، خبرگزاری مهرگان رو باز کنید، صفحه اصلی خبر سوم. بزنگ میزنم. باشه. چی شده؟ تقی‌پور مدیر عامل کارخانه در ادامه گفت با توجه به تحریم‌های ظالمانه که کمر تولید را شکستیم و توان پرداخت هزینه‌ها نداریم و تعطیلی این کارخانه 25 نفر بیکار می‌شوند، چه کسی جوابگوی خانواده آنهاست؟ من از وزارت سهم درخواست می‌کنم بر نفعی که شده به ما کمک کنند تا از این پیچ تاریخی بگذریم. الو نوید، پیگیر باش، ببینی درخواست وامشو کجا داده. باشه، الان، خداحافظ. خداحافظ. این همون کارخونه است که امانی توش رفت آمد داره؟ آره. برو پیگیر شو، خانم فنایان تماس بگیر، این سمیر موعد بیاد و باش صحبت کنه. بگو چشم. با اجازت. بله، بله، گوش هم با شماست. نه خیر. گوش بده آقای مهندس، شما خیانت در امانت کردی، تا بدهیت هم ندی من دست از سر شما بر نمیدارم. تهدید نکن منو مهندس، من وکیل شدم که از حق دفاع کنم تا تهش هم وایستادم. بسیار خوب، من یه شکایت تنظیم میکنم تو لابی همون برج، شما رو بنازم تو گونی. الو هلدنگ، چی شده؟ یارو 1040 میلیارد که رفیقش رو کشیده بالا، دو قرتونیمش هم باقیه. 1040 میلیارد؟
برج گارست و منطقه 22 مال ایناست. دو تا شریکم. این رقم ها خطرناکه، حکمت درگیر نشی. درگیر نکنم، حق رفیق خوردن داره. میشه به من بگیم من الان باید چیکار کنم؟ تا اون خانم نهید وسط میدون هیچ کاری نمیشه کرد، هر چقدرم طول بکشه بدتره. خیلی باش حرف زدم، کلی بحث کردیم نشد، چیکار کنم الان؟ خب حرف حسابش چیه؟ میترسه. به هر حال شغل شوهرش هم یه جوریه که احتمالاً مراعات میکنه. خب دو تا حالت داره، یا میره با شوهرش مشورت میکنه که در اون صورت دخل هممون اومده، یا اینکه میره سراغ شوهر خواهرش. اولی که برامون بنبسته و راهی نمیمونه جلومون، و اما دومی شما باید بپذی اون شوهر خواهر رو. آقای امانی، سعادت دستش زیر ساتور ماست، ولی من باز بهش زنگ میزنم. منتها خیلی همه چیش درسته، استعلام هم بکنن چیز شک برانگیزی اون تو وجود نداره. ما اونجا واقعا داریم کار خیر میکنیم، نه پولشویی نه خلاف دیگه. اسم آدم مسئله داری هم تو هیئت مدیرمون نیست. به محض اینکه امضاش بیاد پای 4 تا از چکای خیریه و تو روزنامه رسمی آگهی بدین که عضو هیئت مدیره است، کار تمومه. وقتی هم 4 میخه میشه که اولین حقوقش از خیریه بره تو حسابش. چی کار داری میکنی تو؟ آقا من اینجور نگاه نکن، خودش که گیری، یارو زنگ زد، جن زد تو اعصاب من، فشارم افتاد. یارو تهدید میکنه، میگه این پرونده دهنتو گنده تر، آخه بچه جون قاتل زنجیری به من بزن از زندان میکشمش بیرون، تو چی میگی آخه؟ خلاصه که دیر بشه منتفیه، بعدا نبیم که نگفتا. آه بفرما، منت کشی من پایزتون گیره. الو آقای مهندس، شما خیلی خودتو دست بالا گرفتی. میتونی یه کاری واسه آرمان جور کنی؟ چه کاری؟ مثلا بیا تو این بانک استخدام بشه. شما پسر خودتو میشناسی و اینو میگی؟ اصلا چون میشناسمش این پیشنهادو میدم، میخوام مجبورش کنم بچسبه به یه کاری. آرمان آدم کار کردن تو بانک نیست. نه اینکه یه زندگی کارمندی داشته باشه، بشه یکی مثل خودت. من و آرمان با هم فرق داریم، نه اینکه من خوب باشم اون بد، جنسمون با هم فرق داره. خورد خورد درستش میکنه، اگه یه جا استخدام بشه حالش خوب میشه. آرمان تا حالا 10 تا کار تست کرده، هیچ کدومم حالشو خوب نکرده. به همین دلیل میگم که باید یه کاری باشه که ما بتونیم مستقیم هواشو داشته باشیم و عمرش تلف نشه. شما که به من امر کنی من اطاعت میکنم، ولی اول با خودش یه گپ بزن، یه چراغ سبز کمرنگم نشون بده، من همین جایی پستی براش شروع میکنم. باش حرف میزنم، مجبورش میکنم. تو بچه های این زمانه رو نمیشنسی، نمیشه اونا رو مجبور به کاری کرد. زیادی بهشون فشار بیاری یهو میزنن زیر میز، همه چی رو به هم میریزن. حالا میشه شما اینقدر آیه یأس نخونی؟ پیگیرش باش. خداحافظ. در روند رسیدگی به پرونده به اطلاعاتی نیاز داریم که شما میتونید به ما کمک کنید. میتونم بپرسم چه پرونده ای؟ نمیتونم بهتون بگم. ما اطلاعات چک های دستمزد چند تا از فیلماتون رو میخواییم. مشخصا این فیلم هم. روزهای بلند، شب شکار، تا انتهای خواب، ماه در مرداب و گراز. مبلغ دستمزدای منو میخواین؟ نه، اطلاعات روی چک، مثلا امضای پای چک، شماره اش، تاریخ، اینجور چیزا. تهیه کننده های همه ی این فیلم ها مشخصن، اطلاعات چکای من به چه دردتون میخوره؟ عرض کردم خدمتتون نمیتونم بگم. خب
خانم مطمئن باشید مشکلی برای شما پیش نمیاد. این اطلاعاتی که میدید به امانت نزد من میمونه و جای درس پیدا نمیکنه. اگه لازمه تو هم یکی دو روز برید بانک اطلاعات رو بگیرید. برای من خیلی مهمه. من همیشه از چکای دستمزدم عکس میگیرم. آجولو، عکس چکا رو از خانم بگیر. چشم. با اجازهتون من مبلغ چکا رو پاک میکنم، بعدم براتون پرینت میفرستم. فقط پولایی که گرفتم مشکلی داشتن؟ خودتون همچنین حسی دارید؟ من حساسم رو این چیزا، نمیخوام پشت سرم حرفی باشه. اگه طبق روال و قاعده دستمزد گرفتید که خب مردم هر چی میخوام بگم مهم نیست. هر بازیگری یه قیمتی داره. من هم بازیگر گرونیم. بله. پس نگران نباشید. فقط سر فیلم گراس که آقای امانی تهیه کنندش بودن بیشتر از همیشه گرفتم. چرا بیشتر گرفتید؟ براشون مهم بود توی فیلمشون باشم. یه رقمی نوشتن که قرارداد دیگه‌ای که دارم رو فسخ کنم و توی گراز بازی کنم. من این آقای امانی رو از نزدیک نمیشناسم، نمیخوام گناهش رو بشورم، ولی وقتی خارج از روال و قاعده دستمزد بهتون میدم نباید شک کنید. آقای بازپرس، مطمئن باشم برام درد سر نمیشه؟ نگران نباشید خانم، گفتم بهتون. نمیدونم، چون من تا حالا نیومدم دادسرا، شاید نگرانیم به خاطر همینه. شما که لوکیشن اصلیتون توی فیلم زمانی دیگر دادسرا بوده. دکور بود اونجا، یه فرهنگ سرا بود که تبدیل شده بود به دادسرا. خب خانم، خیلی ممنون، بفرمایید. فقط من منتظرم دیگه. بفرمایید. اشتاله چیکار داری میکنی بابا؟ بابا بیلش کن دیگه، که اونو قدیمی شده، خیر خیر شده هر نیاره. ببین پا مثل مغز میمونه برای بدن. دیدی وقتی به مغزت فشار میاد یه جوری میشی؟ به پات هم که فشار میاد دقیقا همون جوری میشی. انشالله میخوام برم برای عید یه جفت کفش نو بگیرم. اردی صاحب کو حالا تا عید؟ من اینو پنجه کفشو درست کردم که نزنه، خیالت راحت باشه، واسه خوبم برات بزنم. دیدی وقتی کفش تنگی آدم اذیت میشه، عصبی میشه. عصبی که بشی همینجوری عصبی میره خونه، به زن بچه دلکی گیر میده. من که زن ندارم. یعنی چی باز زن بگیری؟ این چه کاری آخه؟ زن بگیری به دیات میده کفش خوب بپوشی، جوراباتو بشوری. دیدی حلال زاده است. حلال یلسه. الو چی شده خانم دکتر؟ چی؟ بیمارستان برای چی؟ آخه هنوز دو ماه مونده که. همراه خانم معتضدی؟ بله من. آقا دانشگاه؟ بله، نظرتونم با لقه نصیر. ممنونم. چون زیر هفت ماهگی به دنیا آمده، احتیاج داره یه چند روزی زیر دستگاه باشه. دستگاه چیه؟ نگران نباشیم، نظرتون حالش خوبه، ولی متاسفانه چیزی شده؟ خانومتون نخیلی. یعنی چی نخیلی؟ اتفاق افتاده؟ نه خب، ظاهرن به داره بیسی حساسیت داشتن. البته پزشکی مالیش پزشک هنوز معاینه‌شون نکرده. خب ولی خب متاسفانه الان پای چپشون رو نمیتونه حرکت بده. وای ببینید اگه اتفاقی افتاده من آمادگیشو دارم. بهش روحیه بدین، حالشو خوب کنی. آخه دیگه تا 24 ساعت آینده که جواب قطعی نیاد، وضعیتش به ثبات نرسه، نمیشه نظری داد. ببینید اگه چیزی شده خواهش میکنم به من بگین. بفهم کجاست؟ لیا جان مصاحبه خودتون حفظ کنید. بله لیا جان
قدزانه. تکون نمیخورم، نگار اصلا پا ندارم. نه یازم باشو عدولانم، پات که سر جاش گور برد برم، نگران نباشه. میرونم فلج میشم، تا آخرام نمیتونم را برم. عباس علی بچم بدبخش. قربونت برم، خدا نکن این چه حرفی داره میزنه. آروم باش. چرا اینجوری شد عباس علی؟ ما این همه دعا خود توسل کردم، خدا کمک خواستم. عباس علی برای ما چی کار کردیم تو زندگی؟ کارو نکردیم قربونت برم. شما آروم باش، خواهش بر سر من کن. لیا جان شما آروم باش، من برم با داشت دورت صحبت کنم. به خدا همه چی درست میشه. سخت بود دیگه، باور کنم اصلا نمیدونستم به نازمتون چی بگم. نازنین ببخشید، ولی بقیه بچهای مدرسه‌مون هم گوشی و تبلت میارن. اونا اشتباه میکنن. وقتی همه میارن یعنی قانون این مدرسه غلطه که اینقدر گوش اصلا. حالی رو کن، درست یا غلط قانون هست یا نه؟ قانونه دیگه. مگه شما همیشه نمیگفتی قانون برای اینه که آدم خوب زندگی کنن و راحت باشن؟ ما با این قانون راحت نیستیم. خب نه دیگه، شما الان 18 سالت نشده که ها؟ ممکنه نتونی تشخیص بدی مثلا چی درسته چه غلطه. پس قانون مدرسه باید جوری باشه ما اینکه این چیزها رو نمیفهمیم راحت باشیم. این الان نکته جالبیه. خب الان تو چرا نمیری همینو با مدیر و ناظم و اینا صحبت کنی؟ مثلا بگی شما برای چی نمیذارید ما مثلا گوشی بیاریم مدرسه؟ اگه حرفشون علکی بود میتونم ببرم؟ نه دیگه، تو میگم قانونه دیگه، تو ممکنه قبول نکنی ولی مثلا هزار نفر دیگه قبول بکنن. قانون برای کیه؟ برای اکثریت دیگه. قانون الان قانه شده؟ نه قانه نشد. نشد؟ چایی چی؟ میاری برام؟ بله. نمیخواد بفرستی به گوشیم این چک فیلمشو کپی بگیر. آره زمینه پرونده کن. سلام خانم جان. سلام مادر، میای پایین؟ نمیایم بالا؟ صدر خونه؟ باشه حالا فردا صحبت میکنم. آره تازه اومده، یه وقت دیگه میام. پس بیا پایین، میوه آوردم از باغ، تاکسی در بس گرفتم دمی در مونده. باشه چشم. خیلی خوب، بیا تا فردا. خداحافظ. کیه؟ خانم جون بود، میگه از باغ میوه آوردم بیا پایین بگیر. صبر کن، دارم تعارف میکنم، بیا برو من خودم میارم شون بالا. سلام خانم جون، چرا تشریف نمیارید بالا؟ میوه صندوق عقبه، برو بردار. آقا زحمت، آقا بله. زحمت میکشید این صندوق خودتون ببندید؟ باشه باشه. خیلی ممنون. اگه بنا بود حرف بزنم که میامدم بالا. آخه چی شده من؟ ببخشید من اصلا فراموش کردم، باید به دختر این آقا زنگ میزدم اصلا. صدرا تو آتیش انداختی تو زندگی مهتاب و حامد. من پریشب خونهشون بودم، تا حالا حامد رو اینجوری ندیده بودم. سر یه چیز بی خود همچی فریاد زد سر مهتاب. خانم جون به من چه ربطی داره؟ ای ای سنگ انداختی جلو پاش، مجبور شد استعفا بده، حالا باید حلوا حلوات کنم. بعد این فرهاد و مینا قضیهشون چیه؟ من چه میدونم؟ فرهاد نمیذاره مینا بره خونه پدر و مادرش، چرا؟ من چه بدونم خانم جون؟ صدر جان چند بار بهت گفتم مراقب باش غرور نگیرده؟ چند بار بهت گفتم؟
من مغرورم خانم جون، من مغرورم. خب همین که بازپرسی، کسی جرأت نداره بگه بالای چشمت ابروه، یه کسی مثل من قبولت داره، مردم گرفتارن برای کارشون میان پیش تو، بالاخره هوا آدم برمیداره دیگه، مغرور میشه. من همیشه از خدا خواستم نظر مغرور بشم، شما برام دعا کنید. دعا یه بخش ماجراست، بخش بزرگترش خدا آدمی که هوا برش نداره، فهمیدی؟ تشریف می آوردید بالا خانم جون؟ زشته اینجوری، بچه ها منتظرتونه. پرونده رو طولش داده تا صندوق کاوش خودش رو جمع و جور کنه. خب تو چرا بهش فشار آوردی؟ من یه پرونده دستمه، نیاز داشتم که پرونده ببخشید صندوق کاوش رو یه نگاهی بهش بندازم. طوری نشد دست؟ نه، که اونا بهم نداد که. تو بهش فشار آوردی، اونا پرونده رو ازش گرفتن. حامد هم ناراحت شده استعفا داده دیگه. حرفا میزنی تو؟ بابا آروم سر صدا نکنید دیگه. چون چه میدونم حامد دلخور میشه، من کار خودم درست انجام ندم، حرفا میزنی. تو باید درست مدیریتش میکردی. بعد این همه سال شما من نشناختی؟ یکی کمکاری میکنه که البته امیدوارم سهوی باشه، بعد من همجور بشینمش کاری نکنم. ببین مثلا نمیدونم حامد برای چی استفاده داده، اگه به خاطر گرفتن اون پرونده از خواستم به من ربطی نداره، کمکاری خودش بوده دیگه. صدرا. بله میام الان. بله خانم جون. چی به تو گفته که به ما نگفته؟ وای مهدی، حوصله یه بلوای دیگه ندارم، بس به کارم برسم. پرینت چک خانم موحد برای فیلم گراس، تهیه کننده و سرمایه گذارم آقای احمد. این طرف خودش سرمایه گذاره، بعد چک از طرف شرکت تلاشگران عزم تاخت پرداخت شده. این شرکت مال امانیه؟ اسمش که توی هیئت مدیرش نبود. یه اطلاعاتی به دست آوردم، متوجه شدم یه شرکتیه که فقط ثبت شده ولی هیچ فعالیت اقتصادی نداشته. طی دو سال گذشتم چند بار از بانک فردا وام گرفته، چند مرحله هم از صندوق کاوش براش پول واریز شده. همین پولا برگشته کاوش؟ نه. پس شرکت مال کاوشه؟ احتمالا. یه تحقیقی هم راجع به دستمزد خانم موحد کردم، متوجه شدم که دو برابر دستمزد همیشگیشو تو این فیلم گرفته. بخور بخور یا؟ بله، اعضای صندوق لنگ 10-20 میلیون وام هم، اون وقت پولا اینجوری حیف میشد. اون بورتو قبول دارم. اگه تماس گرفتم بگو پرونده ارسال شده دادستانی، من تصمیممو گرفتم، قرارم زدم دیگه تماس نگیرم. برو. چشم، با اجازه. چطوری؟ عبوسلی، اتفاقی که برای خانومت افتاده رفتی به درست و غلط کارهای تو نداره؟ اشتباه کردم، اشتباه کردم، خدا خواست همچین اتفاق بیفته. تو اشتباه بکنی خدا تو رو امتحان میکنه که با اون امتحان برگردی سر خط. خاک بر سر، خاک بر سر، من همچین اشتباه بزرگی کردم. عزیز من، این چه تصور غلطیه تو در مورد خدا داری که نعوذ بالله منتظر تو یه خطا بکنی کل خانواده و دودمان تو به باد بده؟ خدا بلا سر یه بیگناه نمیاره تا یکی دیگر رو اصلاح کنه. آقا حسین، کمکم کن برگردم به زندگی، خواهش میکنم.
من هر کمک میتونستم به تو کردم دیگه. من واقعا اصلا اصرار ندارم حرفی بزنی یا نزنی. عکسایی که نشونم دادین اون سفید دو گندومی اون فرحت بود. خودش بود؟ بله. الان میکنم گفتم اشتباه کردم. نگاه کن قشن میبینی؟ بینی؟ گابلی گابلی رو بینی مصفیده نه. بله یه بارم با حمید رضا و سالار خان اومدم اصلا همین تهدیدم کرد که شکایتمو پس بگیرم. من نگاه خوب کاری کردی گفتی. گفتم آقا بله خودم میادم داره میسوزه. من از اینا میترسم. یعنی تهدید کرده گفت بلای بعدی سرد میارم. زن و بچه همه تهدید کرده. خیلی آدم ترسونه که آروم نه ترس نه منو نگاه کن. بله جان دیگه ازشون نترس. نمیترسم. ببین منو بله کاری میکنم جرأت نکنم بیان سمتت. دست حواسته؟ بله. برای مخارج بیمارستان دچار مشکل نیست؟ نه قربونت برم. 15-16 میلیون تو بانک دارم. بعد همه نوازی گرفتم. از من میشنوی به اون پول دست نزن. ببین با اون پول خوراک نگیری ببری خونه. خانومت داره شیر میده بچه هم. بچه یه کارش میکنم. صورت مجلس رو میدرسم امضا. چیه صورت مجلس؟ که یعنی این که بدون احضاری اومدی خودت خواستی اعتراف کنی حرفایی بزن. دستشون دستشون شما فقط هوای زن و بچه من داشتی باید من خودم بارم مهم یعنی چه کجا رو امضا کنم؟ بدن امضا کنم امضا کنم چه عادی. از خرق و دست شما هم درد نکنه. همین بفرمایید. ارزون ترش هم بود ولی لوله نداشت. خوب کاری کردی از این با دودکشش گرفتی. اون یکی اصلا آدم معنی میکنه. مگه قراره چند سال یه بار بخاری بخریم که بخوایم ارزون ترش رو بگیریم؟ خب پس خانم عبدی همین خوبه. فروشنده گفتن اگه بیشتر از 10 تا بخریم 5% هم تخفیف میدن. نظر نهایی که دیگه بعد خانم رحیم پور بده. آخه من چیکارم؟ مهدی جان من تو این چند وقت هر کاری خواستی بکنی یه نهی توش آوردم. منم یه ذره پیش فعالم. 2 ساله که میخواییم بخاری ها رو عوض کنیم پولش نمیرسید. خدا رسوند. خدا که رسونده ولی خب همت شما بود دیگه. من واقعا ازت معذرت میخوام اگه اذیتت کردم، مخصوصا سر قضیه انتقالیت که دیگه اصلا. مگه خانم رحیم‌پور قراره از اینجا برن؟ مگه دست خودشه؟ حالا باش کار دارم، محاله بذارم از اینجا جون بخوره. راستی خانم شکیبایی جان یه محبتی کن، فاکتور این بخاری ها رو مهر شده تحویل خانم رحیم پور بده. ایشون هم یه گزارش بدن خیریه سمی. بنده خدا هم بدون پولشون رو کجا هزینه میکنن. اون فرمی هم که دسته ایشون رو حتما بده به خیریه. چشم. البته که من دارم اینا رو محض اطمینان میگم، مگر خب خدا رو شکر تو این مدت حسابی مهدی جون و خانم شادمان با هم صمیمی هم شدن. راستی خانم شکیبایی لوله کشو نقاشی شد؟ هماهنگ شده، منتها سرشون شلوغ بود، شد واسه این ماه آینده. ایزاگام کار چطور؟ اونا هم پس فردا. بسیار خوب، دست شما هم درد نکنه بفرمید. خواهش میکنم، با اجازه. انگار تو این خونه غریبم، نه حامد حرف میزنه نه مینا. فرهادم که فراریه، خونشون میرم نیست، پاشم اینجا نمیذاره. یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ این روزا همه میخوان به من یه چیزی بگن که ناراحت نشم. تا امروش
بلش کن. بگو خواهر من. راستش منم وقتی مینا و فرهاد دیدم یه ذره تعجب کردم. برای من عجیب نبود. فرهاد پسر با جربوزه و بلند پروازیه. من فکر میکردم دستشو به زانوی خودش گرفته و بلند شده. خب به هر حال باید یه حدی و متصور بود واسه کسی که به خاطر بدهی زندان بوده. منم دلم باهاش صاف نیست، مخصوصا با حال روزی که حامد داره. حالا بذار ببینم من از صدرا میتونم چیزی متوجه شم یا نه. میشناسیش که؟ نم پس نمیده. صدرا اطلاع زیادی نداشت، دروغ نمیگه، حتی در جریان استعفای حامد هم نبود. خیریه رو چیکار کردی؟ خیریه رو که هیچی، فعلا بلا تکلیفم. آدمای خوبی ان، کلی هم به مدرسه کمک کردن. ولی از اینکه یه دفعه میخوام منو عضو هیئت مدیره کنن تعجب کردم. آخه چرا؟ میخوای بگم حامد یه پرسوجو بکنه؟ آره، ولی خب الان توی اوضاع و این جر و بحثی که بینتونه با ماما هم بحث میکنیم، قهر میکنیم، اما خب با هم حرف که میزنیم. دست درد نکنه. اگه بهش بگی که خیالم راحت میشه. این کارت خیری است. هر چه زودتر بتونی به آقا حامد بگی ازت ممنون میشم. من به حامد میگم، اما میخوای تو هم با صدرای مشورتی بکنی؟ صدرا رو که میشناسی وسواس داره. کافیه من بهش بگم اینا انقدر به من میدون دادن، منم بهشون شک کردم. دیگه کار تمومه کلا. میگه هر چقدر پول کمک کردم به مدرسه برگردون بهشون. دیگه هر جور خودت صلاح میدونی. اما یه وقت دادم لازمه وسواس داشته باشه که مثل حامد تو هچل نیفته. الان درگیر یه سه چهار تا پرونده از ذهنش درگیره. حالا من بهش بگم دوباره یه مشغله جدیده براش. فرق برای من نداره آقا حامد. الو بابا دمه در منتظرم. سه تا نفس عمیق بکش. چرا حرف بی ربط میزنی تو؟ میگم سه تا نفس عمیق بکش. نگران نباش، داییت نمیذاره اون تو بمونی. میری مطمئن میشینی جلو یارو تفهیم اتهامت میکنه، همه چیزو انکار میکنی، میگی وکیلم باید باشه. من با حکمت هماهنگ میکنم وکالت تو بگیره. نمیدونم اینا چی از همون میتونن. از چه بهتر که اومدن سراغتون. اینجوری میری میفهمی ازت چی میدونن به حکمت میگی. الو الو سعید خوبی؟ یادت رفته سعید؟ اون روزه بدتری هم داشتیم. یادت نیست روب درست میکردیم میفروختیم؟ الان کجاییم؟ بقیهش هم میریم. به شرطی که به خودت مسلط باشی. حالا دیگه برو. برو میگم. خانم اینا رو بذار بر فروش. چشم. اینا که به اسم خودتون نیست، خانم مرضیه سماواتی. وکالت بلاعز دارم، ظرف دو هفته باید فروش بره، حالا لازم باشه زیر قیمت بده. چشمشون کار میکنم، ولی چیزی شد آقای امانی. نه شما فعلا روی این متمرکز باش، زودتر انجام شه. ببین من پول نقد میخوام، 90% پول رو قولنامه دلار، وقت چنج کردن ندارم. اگه حساب ارزی داشتن بگو منم شما رو حساب میدم. چشم. چی کار داری میکنی خانوم؟ برو دنبال این کارا دیگه. چشم. الو سلام جناب مهندس، خوبین؟ من الان خیابون زل شمالی مجلسم. اگه اجازه بدین من دفتر شما نیام. بله بله، شما تشریف بیاری ممنون میشم. بله حتما لازمه ببینمتون. نه
نه دیگه، صحنه علنی مجلس رو که نمیتونین رها کنین. اشکال نداره، من همینجا منتظر شما میمونم. اختیار دارین؟ اختیار دارین. بله هستم. متشکرم. یا خانم بگو در مورد اون خیریه تحقیق کردم، مشکلی نداره. بهش میگم دست درد نکن. میگن بازپرس خاصی هستی، اگه اسم رسمی در کنی واسه همینم به خیلی تهمت میزنی. شماره تلفن همین رو از گوشی شبریز در آوردم. به اسم همشون شرکت تأسیس شده و از مدارک و هویتشون هم استفاده کردن. چون نماینده مجلسه، فکر میکنه هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه. همه هم باید برفش گوش کنه. مگه تو نبوده منو تهدید کرده که شکایت همو پس بگه؟ الان میگه منو نمیشناسته. فرهاد گند زده، خودت هم میدونی. هر جور میتونی داستان و سر و سامون بده. الان داری منو تهدید میکنی. ما هر چند وقت یه بار برای اعضای خیریه یه هدیه تدارک میبینیم. شما هم که دیگه جزوی از ما هستید.